در دومین روز از تظاهرات نیویورک نگاهی داریم به این تظاهرات که یک بار دیگه عزم مردم ایران برای تغییر رو نشون داد و دست مریزاد میگیم به همه شمایی که این صحنه های مقاومت و همبستگی رو رقم زدیم و با هم میریم به سراغ توییتر و نظرات کاربران در رابطه با این تظاهرات و این همبستگی ملی علیه آخوندها. کاربر نوشته آخوند شیاد حسن روحانی ایران و مردم ایران را نمایندگی نمی کند. او یک جنایتکار است و همدست قاسم سلیمانی تروریست است. او را از سازمان ملل اخراج کنید. این آخوند جنایتکار باید در دادگاه بین المللی محاکمه و به عدالت سپرده شود. کاربر دیگه در رابطه با این تظاهرات بزرگ نوشته تظاهرات نب روحانی در نیویورک صدای حق طلبانه مردم ایران است که این رژیم جنایتکار را نمی خواهند. 40 سال سیاست مماشات با این رژیم بس است. روحانی تروریست نباید در جایگاه به حق مقاومت ایران در سازمان ملل قرار بگیرد. کاربر دیگه با انتشار عکسی از این تظاهرات نوشته سازمان ملل جای آدم کشان و حامیان تروریسم و جنگ افروزی همچون آخون حسن روحانی نیست که در تمام جنایات و جنگ افروزی ها و کشتار فاشیسم مذهبی نقش مستقیم داشته است. بسیاری از توییت ها به این موضوع اشاره داره که یکی از اهرم هایی که طی سالهای اخیر رژیم آخوندی رو سرپا نگه داشته اهرم مماشات و سازش بوده و حالا مردم ایران و کاربران ایرانی از جامعه جهانی میخوان که این سازش و مصالحه رو متوقف بکنن و در کنار مردم ایران و قیام اونها و مقاومت اونها بایستن. کاربر نوشته متاسفانه قیمت مماشات با این رژیم را مردم در داخل ایران پرداختن. کشورهای آمریکا و اروپایی باید دست از سازش با این رژیم مردم کش بردارند و بگذارند مردم ایران خودشان تصمیم بگیرند. کاربر دیگه هم به اینکه مماشات با رژیم به معنای همکاری در جنایت‌های اون هست اشاره کرده و نوشته هر کشوری که به خاطر منافع اقتصادی چشمش را به روی نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران می‌بندد شریک جرم جنایات رژیم علیه مردم ایران خواهد بود و به طولانی‌تر شدن عمر ننگین ملاها مدد رسانده است. کاربر دیگه هم به اصلاح ناپذیر بودن این رژیم اشاره کرده و نوشته باور کنید این حکومت رفتارش را تغییر نخواهد داد. گرگ هرگز میش نمی شود. هرگز، هرگز، هرگز. باید با این ملاها قاطع باشید. اگر می خواهید صدای ما جوانان ایران باشید. اما بسیاری از توییت ها هم به خواسته اصلی این تظاهرات یعنی به رسمیت شناختن مقاومت ایران و حق مردم ایران برای مقاومت و آزادی اشاره داشت. در توییتی اومده ایرانیان از سراسر آمریکا امروز در نیویورک یک حرف و یک صدا دارند. این رژیم تغییر ناپذیر است و باید حق مقاومت ایران برای سرنگونی این رژیم سراپا فساد و جنایت به رسمیت شناخته شود. مماشات دیگر بس است. کاربر دیگه هم فیلمی رو از این تظاهرات منتشر کرده و نوشته امروز روزی است که جامعه بین‌المللی باید صدای مردم ایران را در نیویورک بشنود و حق مردم ایران برای مقاومت و سرنگونی دیکتاتوری ضد بشری آخوندها به رسمیت شناخته شود. کاربر دیگه هم با اشاره به جنایت‌های بیشمار رژیم در طی این سال‌ها دیکتاتوری نوشته 40 سال جنایت، کشتن آزادی‌های اساسی مردم ایران، فقر و سیه‌روزی برای مردم ایران توسط آخوندها کافی است. به سیاست مماشات خاتمه داده، نماینده واقعی مردم ایران را به رسمیت شناخته و روحانی قاتل 94 زن بیگناه در زمان حکومتش با چهره مدیره را از سازمان ملل اخراج کنید. کاربر دیگه هم روی تغییر رژیم و حمایت از مقاومت ایران انگوش گذاشته و نوشته هزاران ایرانی امروز در نیویورک شعار می دهند و با حمایت از شورای ملی مقاومت خواستار آزادی و دموکراسی در ایران هستند. آنها خواهان تغییر فوری رژیم و افزایش مجازات ها هستند.
در بسیاری از توییت‌ها هم به قدرت آلترناتیو و نقش این مقاومت در پیشبرد مسیر آزادی برای ایران اشاره شده. در توییتی اومده آلترناتیوی با سابقه بیش از 50 سال و فدیه‌هایی که برای آزادی از بهترین فرزندان ایران داده است. آنها از همه چیز خود گذشتند تا همه چیز را برای مردم ایران بیاورند. کاربر دیگه هم به سابقه بیش از نیم قرن مبارزه مقاومت ایران اشاره کرده و نوشته مقاومت 55 ساله مردم ایران علیه دو دیکتاتوری با تکیه بر 80 میلیون ایرانی که خواهان کشوری دموکراتیک و آزاد و زندگی بهتر می باشند و با 10 ماده خانم رجوی قادر خواهد بود ایرانی صلح‌جو را اداره کند. کاربر دیگه هم خواسته مردم ایران و آمادگی اونها برای ساختن یک ایران آزاد و دموکراتیک رو تاکید کرده و نوشته تظاهرکنندگان پشتیبانی همه جانبه و همبستگی خود را با اعتراضات مردمی و قیام آفرینان و کانونهای شورشی برای سرنگونی این رژیم ضد بشری و برقراری آزادی و حاکمیت مردم ایران اعلام می کنند. بله، باید گفت که یک ایران آزاد با ارتش آزادی و با کانونهای شورشی در دسترس و قابل تحقق هست. به امید اون روز برای همه شما عزیزان بهترین ها را آرزو دارم و شما رو تا دیدار دیگه به خدا می سپارم. موفق باشیم و سربلند.